سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. پیرو درخواست های مکرری که شما عزیزان داشتین در ارتباط با بحث بررسی صندوق ها، امروز هم میخوام چند صندوق رو بررسی بکنم و هم اینکه پیشنهاد پذیرنویسی در یه صندوق امروز براتون داشته باشم که فکر میکنم آینده خوبی داره. خب اول ببینید صندوق های سرمایه گذاری چی هستن دوستان؟ صندوق های سرمایه گذاری معمولا برای این هستن که افرادی که خودشون احتمالا نمیتونن سهام های خرید فروش کنن، پولشون رو میرن میسپارن به اون صندوق ها و اون صندوق ها در واقع سهام میخرند و میفروشن و سودش را به اون سپرده گذارانی که اونجا پولشون رو گذاشتن تخصیص میدن. حالا این صندوق خودش مثل یه شرکت داره عمل میکنه دیگه. حالا مثلا یه شرکتی محصولات یا تولید میکنه، اینجا یه خدمات یا داره میده. همین صندوق ها هم سهامشون با توجه به اون موجودی که داخل صندوقشون داره توی تابلوی بورس خرید و فروش میشه. یکی از صندوق هایی که خب خیلی هم ما تا حالا تاکید کردیم دوستان که میتونن خرید بکنن و من اکیداً فکر میکنم که این رو حتما باید در پورتفولیوتون داشته باشین، صندوق کاریس یا سپهر کاریزما هستش که خب میبینیم از روی نمودارها هم قیافه حرکت کاریس دقیقاً مانند شاخص کله، یعنی مثل اینکه کپی کردن شاخص کل را و اینجا گذاشتن. الان منتظر هستیم که شاخص کل از 2 میلیون رد بشه و به 3 میلیون برسه، بنابراین فرصت خیلی خوبی است که کاریس را در سبدتون حتما داشته باشید. از روی اندیکاتورها هم نگاه میکنیم، الان RSI سیگنال خرید داده، مومنتوم سیگنال خرید داده و داره از صفر با یه شیب خیلی خوبی رد میشه، یعنی داره میگه که این احتمال شارپی شدن داره. ببینید دفعه قبلی که از صفر رد شده و با شیب خوب اینجا بوده که ببینید این قیمتش از 13000 تومان میاد تا 23000 تومان توی چند وقت، اینجا 11.3 تا 16.4، یعنی توی حدود 1 ماه. پس بنابراین احتمال این قضیه و تکرار این قضیه وجود داره اینجا و البته خب شاخص کل رو هم ما همین انتظار رو ازش داریم که تا 1-2 ماه آینده حداقل به 3 میلیون برسه. ببینید الان ما شاخص کل رو هم من باز بکنم، دقیقاً شکل و قیافه‌ای که داره به همین صورت هستش و نگاه کنید، شکل شاخص کل رو نگاه کنید، مثل اینکه کپی برابر اصل اینه کاریس. میبینید اصلا نگاه مو نمیزنن با هم دیگه، خیلی جالبه، یعنی هر کس اینا نبینه فکر میکنه که این همون نموداره. پس شاخص کل هم همینجور، ببینید الان RSI خرید زده روش و توصیه من این هستش که حتما این را تهیه کنید و خب توی این چند وقت هم که این در حال منفی شدن و منفی بودن و اینها بود، ما برای بسیاری از مشترکین سبدگردانیمون تهیه کردیم. خب حالا من از اینجا سوالی هم که شاید در ذهن اون عزیزان شکل گرفته بهتون جواب میدم که ترکیب جدیدی که ما برای سبد شما عزیزان تدارک دیدیم برای عبور از شاخص 2 میلیون و رسیدن به شاخص 3 میلیون هستش. یعنی الان ما تمام ترکیب سبدها را توی یه هفته 10 روز اخیر از این فرصت استفاده کردیم و تغییر دادیم برای اینکه بتونیم از شاخص 2 میلیون عبور بکنیم. یکی از سهام هایی که معمولا گذاشتیم داخل سبد ها هم همین کاریس هستش که به این نیت بوده. خب بعد ببینید دوستان، هم خانواده کاریس را نگاه کنید، هم گروه هاش را هم نمات هاش را اینجا برای ما آورده. با این دارای کم آشنایی زیادی داریم به خاطر اینکه خیلی سر و صدا کرد و یه نماد دولتی بوده و حالا بالاخره حمایت‌های دولتی و کاری نداریم، ولی بقیه صندوق‌ها رو هم دوستان وقتی میایم نگاه می‌کنیم معمولاً عملکرد خوبی داشتن اغلبشون. مثلا آگاز هم صندوق خیلی خوبی هستش، این صرف هم صندوق خیلی خوبی هستش، چیزی وقتی هم نیست اومده، صرف حدود 1 سال اومده. تو این 1 سالی که اومده هم نگاه بکنید از 10/4
98 که استارت زده با قیمت حدوداً 900 خورده ای، اینجا حدوداً 920 تومن بوده قیمتش، از 1000 اومده این مقدار اولش پایین. خب شاید یه مقدار سهامدارش ترسیدن که چرا مثلا چند روز اینجوریه، 10-12 روز باز شده این، تازه به جای اینکه بره بالا اومده پایین. ولی بعد ببینید چه حرکت خوبی رو شروع کرد، چه حرکت خوبی رو شروع کرده و در توی یک سال تونسته به 6 برابر تقریبا برسه، 6300 الان هستش و این هم صندوق خیلی خوبی هستش که به این صورت داره جلو میره. یان ببینید یه صندوق جدید الان چند روز پیشا باز شد به نام ارزش که 27.3 پذیره نویسیش رو انجام دادن و 1.4 ببخشید تا از 27.3 تا 1.4 پذیره نویسیش رو انجام دادن و 1.5 باز شدی. 1.5 که باز شد ببینید باز شد تا حدوداً 1.300 هم رفت، حالا اومده روی 1.200 امروز، بعد یه دوتا منفی خورد اومده 1.200، ولی خب این اول کارشه و قطعا این هم نمودار صعودی و من مطمئنم که در آینده زود خواهد داشت. خب یه صندوق دیگه ببینید، صندوق آوا، که ما این صندوق آوا رو هم برای تعدادی از مشترکین سبدگردانیمون یک ماه پیش تقریبا خرید کردیم، فکر میکنم 24 یا 25.4 بود که ارائه شد و خرید کردیم و خیلی جالبه یه سری اومدن این صندوق خریدن توی رهاورد میشن پس کی این صندوق باز میشه، ببین کی باز میشه دوستان، کی باز میشه. عزیز من اینها عرضه اولیه به نوعی محسوب میشن، عرضه اولیه که نه، پذیره نویسی اولیه، مثل عرضه اولیه ها میمونن دیگه، یعنی هنوز تبدیل به سهام نشدن و برای اولین باره که دارن تو بورس ارائه میشه. حتی ارز اولی ها سهام شدند و وقتی میان توی بورس سهام از فرداش میتونی خرید فروش کنی. اینها یک ماه زمان میبره، یعنی ببینید همین ارزش رو هم نگاه بکنیم یه ماه زمان برده تا باز شه. همه اینا همینطور بودن، یعنی حالا همین کاریس هم حالا سابقه زیاد، اگه برگردید برید به همون اولش هم همین اتفاق براش افتاده، یا مثلا همین صرف رو که با هم دیگه دیدیم هم همین اتفاق افتاده، مثلا اومدن اینجا پذیره نویسی کردن. حالا اگه اینجا روی شکل تاریخ به ما بگه، بله ببینید 18 هم 19 هم تا 20 تا 21 3 پذیره نویسیش کردن، بعد 10-4 باز شد با فاصله مثلا 20 روزه، معمولا یک ماه باز میشن. خب پس این آوا که ما ثبت نام کردیم الان بر بسیاری از عزیزان که شاید سوالشون باشه که چرا آوا باز نیست، مثل این دوستانی که اینجا نوشتن، بدونن که یک ماه طول میکشه تا آوا باز بشه، ولی وقتی که یک بعد از یک ماه باز شد من مطمئن هستم در یک ماه میتونه 30-40% شاید جلو بره، مثل همین ارزش که الان نمادش رو اینجا با هم دیگه دیدیم. و اما یک فرصت خیلی خوب الان پیش اومده که اگر شما تا حالا از این مدل صندوق ها را پذیره نویسی نکردید، ببینید دو تا بحث، یه بحث اینه که شما فردا میتونید برید مثلا همین صندوق ارزش را حالا به قیمت روی تابلو مثلا فردا شاید 1250-1300 هر چیزی باشه بخرید، یا اینکه بیاین مثلا همین صندوق کاریس را، چون قیمت کاریس بودن 22000 تومان و این حرفاست فکر کنم، این که شاخص کل بورس دیگه خودمون هم قاطی کردیم، بله ببینید 22400 بخرید که خب قطعا این بالا میره مثلا تا 30-35-6 تومن شاید برسه ظرف یک ماه، یا اینکه بیاین برای اولین بار مانند این آوا این را ثبت نام بکنید تا بعد از یک ماه به سهم تبدیل بشه، 1000 تومانی ثبت نام میکنین تا بعد از یه ماه باز شد یکشو شروع میکنه مثلا تا 6 ماه 1 سال نگه میدارید، یهو مثلا 7-8 برابر میشه و خب سود خوبی دارن اینها، سود خوبی دارن. صندوق سپر هم چند روز پیشا پذیره نویسی شد که خب برای تعداد خیلی کمی مونم که پول داشتن توی اون فرجه زمانی ثبت نام کردیم پذیره نویسی کردیم، اما الان یه صندوق دیگه میخواد باز بشه که پذیره نویسی بشه از 7-5 به مدت 9 روز ببخشید از شنبه، یعنی 11-5 از 11-5 تا 22-5 9 روز کاری این داره پذیره نویسی میکنه
با نماد مدیر یک. مدیر یک مال کجاست دوستان؟ این صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوریه. حالا برای چی میگم اینا سعی کنید حتما ثبت نامش بکنید؟ به خاطر اینکه پشتوانه خوبی داره این صندوق. پشتوانه‌اش صندوق بازنشستگی کشوریه و خب من فکر میکنم که توی پورتفوی همه شما عزیزان میتونه حداقل به یه بخش کوچکی 5% 10% از پورتفوی شما این داشته باشه. البته اون صندوق‌های قبلی اینجوری بود که نهایتاً تو هر درخواست 10 میلیون میشد ازشون خرید کرد. اینجا هم یه محدودیت حجمی داره، برای هر سفارش 100,000 واحد 1000 تومانی بیشتر شما نمیتونید خرید بکنید. یعنی وقتی که میایین خرید و بزنید عدد میذارید روی 100,000 و اون بالاترین قیمتش هم میذارید روی 1000 رو خرید میکنید. اگه بخواید بیشتر خرید کنید بعد دو بار این کار رو انجام بدید، سه بار انجام بدید، چهار بار انجام بدید، ولی هر چقدر خواستید میتونید انجام بدید و پذیرنش رو انجام بدید. البته یه صندوق رو به نام داریک که تقریبا وسطای پذیرنویسی تعدادش تمام شد و دیگه به حد نصابش رسید، احتمال داره این هم همین اتفاق برش بیفته. چون ببینید الان 390 میلیون سهم را بهش اجازه دادن که بفروشه توی بورس. حالا مثلا اگر که همین 390 میلیون اومدن و یک روزه از این خریداری کردن، خب دیگه تمام میشه دیگه و روز بعد نمیرسه. الان هم نگاه کنید اینها با نماد مدیر اومده توی بورس. یه مشکلی که توی آوا ما داشتیم با برخی از ارسوام خدمتون، با برخی از کارگزاری ها داشتیم که توی برخی از کارگزاری ها این آوا تعریف نشده بود. یعنی وقتی شما وارد کارگزاری می شدید و آوا را می زدید، البته داریک هم همینجور بود، هنوز کارگزاری نماد را اضافه نکرده بود. با برخی کارگزاری های مشکل داشتیم. اگر که احیانا کارگزاریتون این اشکال را داشت، باید زنگ بزنید به کارگزاری و بگید به اینکه آقا نماد مدیر را الان دارن ثبت نام میکنن، چرا توی کارگزاری ما نیومده؟ چون برخی از دوستان تماس گرفتن گفتند و اون موقع من یادم این مشکل حل شده دو سه هفته پیش. خب پس امیدواریم که از این صندوق ها هم حتما در پورتفوتون بگیرید، مخصوصا صندوق کاریست که مانند شاخص دقیقا داره حرکت میکنه. و اگر که چون خیلی الان امروز به من زنگ زدن، فرضاً مثلا ما نتونستیم فلان سهم رو بگیریم، الان امروز صرف خرید بوده 5% مثبت بوده و میدونیم که میره بالا، بله ما هم میدونیم میره بالا به خاطر اینکه شاخص حرکتش شروع کنه تا 3 میلیون میره بالا، اگر نتونستید اون سهم رو پیدا بگیرید و خرید بکنید هیچ اشکالی نداره، به جای اون سهم شما میتونید کاریس رو بخرید، چون کاریس هم دقیقاً عین شاخص بورس حرکت میکنه. ببینید قیافش دقیقاً مثل اونه، یعنی اگه ما اینا عکس بگیریم بیاریم بز کنار این بذاریم، ببینید حتی اینجاها خیلی جالبه. این برمیگردم عقب‌تر بورس رو ببینید، حالا این هم میارم عقب‌تر، این هم ببینید، این کاریسه، اون یکی شاخص کل بورس رو کنید، اینجا نوشته کاریس، اینجا نوشته شاخص کل بورس، دقیقاً عین همه. پس نگرانی اصلا وجود نداره و الان هم سیگنال خرید داده، میتونید با خیال راحت خرید بکنید. اما تمام این حرفا که زدم مثل همیشه نظر شخصی از طرف من بوده، نهایتا تصمیم گیرنده آخری خود شما هستین و شما باستی این کار را انجام بدید. مورد بعدی هم گفتیم که از این به بعد اگر مشاغل مختلف میخوان در کلیپ های ما اسپانسر بشن، میتونن که توی دایرکت اینستاگرام برای من پیام بفرستن که به نوعی حالا اسپانسر این کلیپ ها بشن و تقریبا چند هزار بازدید ما توی یوتیوب و بعد اینستاگرام خواهیم داشت. امیدوارم از این برنامه هم استفاده کرده باشید. لطف کنید حتما لایک کنید و برای دوستان خودتون فوروارد کنید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.